بسم الله الرحمن الرحيم دعاء در وقت سجده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات پاک از پروردگار بزرگ و عالی مرتبه اعلا یعنی به معنای برتر و بالاتر از همه انسان مسلمان با سجده اعتراف به توحید و عبودیت الله سبحانه و تعالی می نماید به همین مناسب به بیان پاکی و تسبیح الله سبحانه و تعالی می پردازد و می گوید که سبحان ربی الاعلا. فایده های حدیث: یکم اثبات صفت علو بالا بودن الله سبحانه و تعالی. فایده دوم این حدیث بیانگر این نقطه است که الله سبحانه و تعالی در بالا و فراتر از آسمان ها است. نه آن گونه که بعضی ها میگویند الله سبحانه و تعالی در همه جا وجود دارد. علو مقام جایگاه الله سبحانه و تعالی بالاتر از مقام جایگاه هر کسی دیگر است. به دلیل اینکه او دارای همه صفات کمال و پاک است از هر عیب و نقصان. دیگر دعا در سجده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، یعنی بار الها تو پاک و منزهی و تو را ستایش می نمایم. بار الها از تو طلب مغفرت میکنم. فایده های حدیث: فایده اول مشروع بودن گفتن این ذکر در سجده. فایده دوم بسیار استغفار سبب برداشته شدن رنج و مصیبت ها می شود. دعای دیگر: سبوح قدوس رب الملائکه والروح، یعنی پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و جبریل. فایده های حدیث: فایده اول اجابت کردن ثنا گفتن الله سبحانه و تعالی در سجده. فایده دوم طولانی سجده کردن بیانگری تعظیم الله سبحانه و تعالی از طرف بنده است. دیگر دعا در سجده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني بار إلها برای تو سجده کردم و به تو ایمان آوردم و در مقابل فرمان تو تسلیم شدم. چهره هم برای پروردگاری که آن را خلق نمود و صورت بخشید و آن را زیبا آفرید و عضو شنوایی و بینایی در آن قرار داد سجده کرد. با برکت است آفریدگاری که بهترین سازنده است. فایده های این حدیث: فایده اول اثبات این امر که الله سبحانه و تعالی آفرنده و تصویرگر است. فایده دوم قدرت الله سبحانه و تعالی در خلق انسان. فایده سوم وقت فعل خلق کردن را به الله سبحانه و تعالی نسبت می دهیم، یعنی به وجود آوردن از نیستی و نسبت آن به غیر الله سبحانه و تعالی. و دعای دیگر در سجده: سبحان الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه، یعنی پاک است پروردگاری که مالک قدرت، فرمان روایی، بزرگی و عظمت است. دعای دیگر: اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره، یعنی بار الها همه گناهان مرا اینچنین گناه های خرد و بزرگ مرا اول و آخر آشکار و پنهان مرا ببخش. فایده های این حدیث: فایده اول حساب کردن گناهان بندگان توسط الله سبحانه و تعالی چنانه که می فرماید احصاه الله و نسوه. در سوره مجادله آیت 6 فرمود الله سبحانه و تعالی آنها را یادداشت نموده و در حالی که
خودشان فراموش نمودند. فایده دوم، الله سبحانه و تعالی همه گناهان قبلی و آنچه که در آینده انسان مرتکب آن می شود می داند. چرا که او به گذشته و آینده واقف است، با خبر است و با علم خود احاطه کرده است. دعای دیگری سجده، اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. بار الها من از خشمت به خوشنودی تو پناه میبرم. بار الها از عذابت به عوف تو پناه میبرم. بار الها از تو به تو پناه میبرم. پروردگارا آنچنانه که حق ستایش تو است نمیتوانم آن را به جا آورم. به یگان شک تو آنچه که خود فرموده ای. از عذابت به خودت پناه میبرم. فایده های حدیث. فایده اول، اثبات صفات همچون خرسندی و نارضایتی برای الله سبحانه و تعالی به صورتی که شایسته او باشد. فایده دوم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو آوردن به الله سبحانه و تعالی را بر متاع دنیا ترجیح دادند. فایده سوم، عظمت الله سبحانه و تعالی و ستایش او کاری است که از توان بشر خارج است و خود الله سبحانه و تعالی با علم و کمال خود صفات جلالش را بهتر می‌داند.